به ساعت 9 صبح رسیدیم. دوستان عزیز از تهران، رادیو ایران در خدمت شما هستیم. به همه خانواده های خوب و مهربان ایرانی عرض ادب و احترام میکنیم و براشون آرزوی توفیق و تندرستی داریم. نوبت میرسه به برنامه خانه و خانواده که این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه خانواده های خوب و محترم ایرانی. خدا به ما هدیه کرده، سلام به ساعت‌های تجربه نشده، به روزهای بلندی که بهترین فرصتند برای خانواده تا در کنار هم باشند. ساعت‌های روز شنبه که انشالله برای همه ما یک هفته عاقبت به خیر رو رقم خواهد زد. سلام به شما خانواده هایی که برای با هم بودن به بهونه نیاز ندارین و سلام به شما که هر روز خدا مثل تولد یکی از اعضای خانواده براتون قشنگه. روز همگی به خیر و عاقبت همگی به خیر. کدوم مثل یک کتاب هست. ما تو خونه ها خودمون کسایی رو داریم که مثل یک کتاب قطور پر از تجربه هست، بزرگترهایی که ورقهای عمرشون جلوی روی ما بازه. راستی شما چقدر از تجربه بزرگتراتون استفاده میکنید؟ بهترین تجربه‌ای که از اونو کسب کردین چی بوده؟ بهترین تجربه‌ای که خودتون به کوچکتر از خودتون انتقال دادین چی بوده؟ با خونه خود یک مطلب خیلی زیبا، پدر بزرگ اسباب بازی ها، این شاید شیرین ترین لقبی باشد که بتوان به یک پژوهشگر سرزنده و خوش‌ذوق داد. کسی که در 8 دهه عمرش نزدیک به 200 نوع اسباب بازی قدیمی را احیا کرده و به این لقب رسیده است. پدر بزرگ اسباب بازی ها جناب آقای استاد زرتشت هوشور، اگرچه در دانشگاه تهران در رشته جغرافیای پزشکی درس تدریس می کند، اما سالهاست زندگیش با تاریخ پیوند خورده، تاریخ تحولات اسباب بازی ها در ایران. اما اینکه من چرا گفتم مهمانان برنامه، دلیلش رو خدمتتون عرض میکنم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، درود میفرستم به همه عزیزانی که در این سرزمین زندگی میکنند. خیلی خوش آمدید و یک مهمان کوچولو نازنین همینجا تو حضور دارن. آقا سلام، خیلی خوش آمدید. سلام، احوال شما چطوره؟ خوبه. اسم شما چیه؟ بامداد هوشور. بامداد هوشور. آقای بامداد خان، شما نوه استاد هستید و من میخوام بدونم که از اینکه یه همچین پدر بزرگ خوبی داری که این همه با اسباب بازی و دوسته چه حسی داری؟ احس خوبی دارم چون که همش با چیز درست میکنه واسم. اسباب بازی تو هم درست میکنه؟ بله. برات اسباب بازی درست کردن؟ بله. و تو هم درست میکنی یا هی خراب میکنی بعد دوباره پدر بزرگ درست کنه؟ نه، یه بار مثلا افتاد یه دفعه تو ماشین دیگه پیداش نکردم، میزابشو دیگه خودش شیست شد، بعد یه دفعه خودش هم دیگه شکست، خودش خودی به خود یه هایی دفعه از بابازی شکست داره؟
نه یه دفعه دست دادم به شکر، بعدیش هم که خودشون دیگه داشتن دادم به. خب پس خیلی خوشحالی همچین پدر بزرگی داری دیگه. بله. خیلی خوش آمدید. ما با شما جناب آقای بامداد هوشفر بیشتر صحبت میکنیم، اما استاد خیلی خوش آمدید. سپاسگزار شما. من چیزی که برای خودم خیلی جالبه اینه که با توجه به اینکه رشته تحصیلی شما چیز دیگری است، برام عجیبه که چطور اصلا علاقه من شدید به دنیای اسباب بازی ها. بس که این علاقه شروع شد و چه کردید؟ بله، دنیای کودکی یک دنیای ناشناخته خیلی بزرگی هست و من برای رسیدن به این دنیای ناشناخته خیلی تلاش کردم. واقعا دنیای به قول مولانا دنیای عشق، گر به اقلیم عشق رو آری همه آفاق در جهان بینی. واقعا دنیای ناشناخته زیبایی هست و من 17 ساله که از سال 1383 من شروع کردم به مطالعه اسباب بازی های قدیمی و بازسازی اونها، چرا که در حال حاضر این اسباب بازی ها که مورد نظر من هستش در هیچ جایی وجود نداره، فقط در خاطر من هست. استاد الان شاید نسل امروزی که دارن گوش میکنن به صحبتهای من و شما بگن مثلا چه اسباب بازی هایی رو استاد هوشفر میگن؟ بله، حدود 200 تا شاید حدود 300 تا اسباب بازی هست که تو ذهن من هست. حدود 200 تاشو ساختم، بازسازی کردم، بقیه رو هم فکر میکنم که در آینده انشالله اگر عمری باشه اینها رو بازسازی خواهم کرد به منظور ایجاد اولین موزه اسباب بازی در ایران. اصلا هدفم این هستش که یه اسپانسری پیدا بشه و بتونه کمکم بکنه و این موزه رو من هرچی زودتر تا زمانی که عمری باقی است انشالله بتونم این رو برپا کنم. من یه نکته رو به شنونده هامون بگم. استاد هوشفر متولد 1310 هستن، درسته؟ بله. بله، در یکی از محلات قدیم تهران کودکیشون به تحصیل در مدرسه دارالفنون گذشته. در سال 75 بعد از 31 سال تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران با مقام استاد تمامی بازنشسته شدند و به دنیای اسباب بازی ها راه پیدا کردن. استاد یک دو تا اسم اسباب بازی رو به ما بگید، میخوام ببینم تعلق خاطر خودتون به کدوم از این اسباب بازی رو بیشتر بوده. بله، فکر میکنم که جرجقه، وقوق صحاب، بادباده که بسیار بسیار مورد نظر من بود و خاطره های بسیار شیرینی دارم و همراه بادباده که هوا میکردیم شبهای تابستان فانوس هوا می کردیم و با این فانوس هایی که همه بچه های محل این رو روشن می کردن و هوا می کردن آسمان تاریک تهران قدیم رو ما چراغونی می کردیم. به 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 به، خیلی این گفتگو برای خود من خیلی شیرین و ارزشمنده. از شما شنوندگان محترمم دعوت میکنم تا پایان گفتگوی امروز ما که کارشناسمون جناب آقای دکتر عرابی روانشناس هستند و مهمانانمون یک پدر بزرگ و نوه جناب آقای استاد هوشفر و آقا بامداد که انشالله از استادان آینده خواهند بود مشخص هم هست. یعنی اگر برنامه ما تصویری بود الان تصویر استاد بامداد رو هم شما میدیدید که چقدر با دقت دارم برنامه رو پیگیری میکنن، درسته آقای بامداد خان؟ بله. این اسباب بازی هایی که پدر بزرگ گفتن دیدی تو؟ اسباب بازی قدیمی ها رو؟ من یه عکس شهر فرنگ دیدم الان از پدر بزرگ. من فقط بادبادک میدم. بادبادک خیلی قشنگه، نه؟ بله بله. خب راستی من یه سوال از شما بپرسم بعد بریم، تلفن هم داریم برای شنیدن. مامداد شما به پدر بزرگ چی میگید؟ پدر بزرگ رو چی صدا میزنی؟ بابا زردوست.
بابا زرتشت آخه خدا برات نگه داره این بابا بزرگ شیرین رو. از نکاتی که گفتید استاد هوشفر، ما امروز افتخار داریم در خدمت شما باشیم و نوه گرامیتون. با توجه به اون سلفتی که شما با اسباب بازی ها دارید و گفتید که یکی از اون اسباب بازی های قدیمی رو که خودتون تعلق خاطر دارید بهش باد بادک هست، میخوام ببینم استاد هوشفر در زمان ساخت این اسباب بازی ها و بازسازی اسباب بازی قدیمی شده رجعت بکنه به دوره کودکی خودش، مثلا زمانی که سن بام بودید، خاطره ای براتون مرور بشه؟ اولا من یه مطلبی رو عرض کنم که اشتباهی شده در جرائد روزنامه ها، سمت من رو گفتند استاد تمام. بله. در حالی که من استاد یار بازنشسته شدم از دانشگاه تهران، ازمش که در گروه اکولوژی انسانی دانشکده بهداشت. من این رو متشکرم که خودتون تصدیق کردید. بله. هر کسی یه دوره کودکی داره، یه دوره والد داره، یه دوره کهنسالی داره. من اگرچه به دوره کهنسالی رسیدم و 82 سالم هستش، ولی همچنان گهگاهی کودکی من هنوز سر حال و زنده است. من برای این که بتونم یه اسباب بازی که میخوام بسازم به خاطر بیارم، دیتیلشو به خاطر بیارم و بتونم این رو بازسازی بکنم، مجبورم که کودک بشم. برمیگردید به همون سالها. بله، این دوره کودکی دوره بسیار بسیار زیبا و طلایی هستش که من هیچ وقت ازش دست بر نمی دارم. واقعا دوره شیرینی هست، چرا که زندگی من عجین شده با اون دوره کودکی و من همچنان در اون مرحله کودکی گهگاهی قرار میگیرم تا بتونم خاطرات کودکی رو زنده بکنم، بلکه بتونم اون اسباب بازی هایی رو که در کودکی خودم با اون دست های ظریف و کوچکم میساختم مجدداً بتونم اونها رو بازسازی بکنم و به نسل های آینده بسپرم. چند نفر این گفتگو رو که میشنوند تو دلشون میگن یادش بخیر؟ یادش بخیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، یادش بخیر اون روزگار فصل قشنگ کودکی، عروسک ها زنده بودن، عروسک ها زنده بودن، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی، قبیله ای عروسکی. یادش بخیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، یادش بخیر اون روزگار فصل بهار و اطلسی، هنوز تنم پر نبود از، هنوز تنم پر نبود از حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی، حس غریب بی کسی. از آهن نبودن، رفیقا دشمن نبودن، دنیا پر از قشنگی بود، سکوت ماه و پشت بوم، قصه های نیمه تموم، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود، خوابای خوب رنگی بود.
امروز هم همراه هستیم با دو بزرگواری که حالا هر کدوم تجربیات خیلی زیادی دارن، جناب آقای دکتر عربی که کارشناس برنامه ما هستن و جناب آقای هوشفر که امروز با نوه‌شون آقا بامداد خان که مدام هم دارن نگاه میکنن به این سیستم صوتی داخل استودیو و برای هر کدوم یه پرسشی دارن. بامداد جان، من یه 21 سالی در این زمینه تجربه دارم، اگه میخوای در مورد هر چی سوال داری بگو، یا من یا خانم تهرانی صدا بردارمون جوابتون میدی. الان چیزی سوال هست برای تو این استودیو؟ نه. پس چی میگی به پدر بزرگ؟ چی میگم که حوصلت سلامتون؟ بله، این صداقت بچه ها عالیه. یعنی استاد، من واقعا فکر میکنم یکی از چیزهایی که بزرگترها ای کاش میتونستن از دنیای کودکی ما بگیرن این صداقت و رک و راست بودنشون بود. چند ساعت در روز رو شما جناب آقای هوشفر همراه با بامداد سپری میکنین؟ نوه پسری هست دیگه و اینطور که من متوجه شدم شما دوتا نوه دارید، درسته؟ بله، من دوتا نوه دارم. نوه دختریم دختر هستش. بله. نوه پسریم پسر هست. بامداد نوه دوم من هست، یعنی نوه دختری من بزرگتره. بامداد 6 سالشه و ایشالله به امید خدا امسال که آینده خواهد بود میره کلاس اول ابتدایی. خیلی هم خودش حتما خوشحاله دیگه بامداد، درسته؟ میری مدرسه؟ بله. یا زیاد نه خوشحال که نیسته؟ حس تو بگو. نه خوبم، 10 روز برم مدرسه بعدش تولدم. 10 روزم که بره مدرسه بعدش تولدش. خب این یعنی انگیزه بامداد نشون داد دکتر عرایی برای رفتن به مدرسه. خب من میخوام از تجربه شما درباره ارتباط با کودکان هم استفاده بکنم. ببینید، حتی اسباب بازی هایی که دوره کودکی شما و دوره کودکی بامداد بچه ها در دست میگرفتن خیلی، یعنی به اندازه همون چند دهه تغییرات داشته. شما وقتی میخواد یه اسباب بازی از دوره خودتون رو برای بامداد توضیح بدید، بازیش رو بگید، برای اینکه اون اسباب بازی جذابیت داشته باشه چه چیزهایی استفاده میکنید؟ من به صورت داستان این اسباب بازی رو برایش بیان میکنم. اول یک زمینه چینی میکنم درباره شرایط زمانی و مکانی که من این اسباب بازی رو میساختم در کودکی و باهاش بازی میکردم. بعد شروع میکنم به توضیح درباره این که چگونه باید این رو بسازیم. اون زمانی که من این رو میساختم کودک بودم، چه حال و هوایی داشتم، چند سالم بود. بعد دست بامداد رو میگیرم و میبرم توی کارگاهم با ابزار و ادواتی که دارم، اون اسباب بازی رو براش میسازم تا او هم بازی بکنه. اجازه میدید که کمکتون بکنه؟ بله بله، سعی میکنم که این کار رو بکنه، چرا که من کاملا احساس میکنم که کودکانی که امروز زندگی میکنند دست به آچار نیستند و این یک کمتوانی برای بچه ها ایجاد میشه. بیشتر بچه ها با کامپیوتر یا وسایل اینگونه بازی میکنند و کمتر با ادوات و اسباب های فنی سر و کار دارند، در حالی که من وقتی کودک بودم یا نسل ما که 80 سال 90 سال 100 سال هستند، اینا خیلی دست پنجه شون تواناتر بود. هر چیزی رو که میخواستند بسازند براش یه ابزار میساختند، چرا که اون زمان وضع مالی خانواده ها اونقدر نبود که برای بچه ها اسباب بازی بخرند. میبایستی که کودک اگر که میخواد بازی بکنه حتما بایستی خودش این توانایی رو داشته باشه تا بتونه باش بازی کنه. میخوای بازی کنی؟ بله. اسباب بازی میخوای؟ بله. خودت باید اسباب بازی رو بسازی. از سبد خانوار هزینه‌ای نمیشد که اسباب بازی بخرند.
چرا که اسباب بازی فروشی هم وجود نداشت. در این تهران، جنب تهران، شهر ری یه مرکز فروش اسباب بازی بود و ساخت اسباب بازی، اسباب بازی های دست ساز که دیگه الان وجود نداره و اون نسل اسباب بازی ساز هم نیست. در واقع اگر من رو، البته من جزء اسباب بازی ساز ها نبودم، من فقط بازی رو کردم با اون اسباب، اگر من رو جزء اون اسباب بازی ساز های قدیمی به حساب بیارن، من بگمانم تنها فردی هستم که از اون دوره باقی موندم و میتونم اسباب بازی های دوران کودکیم رو بازسازی کنم. استاد فقط این رو به من بگید که در خاطرات کودکیتون و بازی های کودکانتون خاطره ای از پدر تو ذهنتون هست که همراه شما باشن، مثل امروزی که شما حالا با اینکه پدر بزرگید ولی حس خیلی مشترک و خوبی بین شما و نوه گلتون هست؟ متاسفانه زمان کودکی ما پدر سالاری بود، رابطه ای بین کودک و پدر وجود نداشت، ولی یه خاطره حالا شیرین یا تلخی دارم و اونی که یه وقتی رفتیم شابدالعظیم و اونجا پدر بر من یه گربه گچی خرید ولی توی راه شکست. پدر آمد بعد از مدتی این گربه گچی رو که من انداخته بودم دور برام قالب سازی کرد و یه گربه گچی دیگه برای من ساخت و این رو هدیه من کرد. و شاید روزهای کودکی استاد هوشفر با همون دستان پرتوان پدر عجین شد و شاید ساخت همون گربه گچی باعث شد که امروز دستان هنرمند ایشون هم اسباب بازی های قشنگی رو برای خاطرات بامداد ها بسازه. وقتی که بچه بودم پرواز یک باد بادک می بردت از بامهای سحرخیزی پلک تا نارنج زاران خورشید، آهان روزهای رنگی، آهان روزهای کوتاه. شیرین اما گویا، خاطرات دوره کودکی به همین اندازه زیباست. ما الان مطلع شدیم که باید خیلی زود با شما خداحافظی بکنیم، یعنی مثل همین لحظاتی که الان در خدمت شما هستید. دکتر عربی الان به من اطلاع دادن که ما زمان برنامه‌مون تموم شده. من مجبورم که فقط از شما تشکر و قدردانی بکنم و به دوستان این وعده رو بدیم که انشالله در برنامه‌های آتی در خدمت شما هستیم. متشکرم از حضور شما و استاد هوشور و بامداد عزیز. خیلی خوش خوش آمدید. خداحافظ پسرم و امیدوارم سایتون روز در بچه های گلتون به ویژه آقا بامداد عزیز باشه. متشکر از لطف شما. خداحافظ بامداد جان. حوصله سر رفته. الان من خداحافظی میکنم که شما بری. خیلی حوصله سر رفته. درسته؟ نزیاد. یه مقدار. ولی الان بامداد تو راهه. یعنی اینجوری من بهتون میگم که الان صندلی همه دیگه گذشته. خب انشالله که شروع هفته خوبی باشه. برای ما که خیلی خوب بود، برکت مهمونامون این که یه پدر بزرگ و نوه در خدمتشون بودیم و استاد عرابی، این نشان میده که انشالله ما هفته خوبی را خواهیم داشت در کنار شما خانواده بزرگ ایران. خدا نگهدار.